که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو، که هر بندی که بر بندی به درانم به جانم تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرغم را، توی جانم به جانم تو. با عرض سلام و تقدیم ارادت مجدد حضور بینندگان ارجمند، بعد از تنفس برای جلسه سوم، ساعت سوم در حضور آقای مهندس مهندس حسن فیروزی هستیم. گفتگو بر سر الهیات و بر سر دین و مسائل اثبات وجود خالق و شناخت و امکان شناخت وجود خالق بود که به بحث‌های متفرقه ولی در این حال سودمند و مرتبطی محول شد و منتهی شد. سیاست این شبکه‌ای که من در اون افتخار همکاری دارم این است که آزادی بیان رو به معنای واقعی کلمه در حد فهم خودم بتوانم که تأمین بکنم. و آزادی بیان این نیست که ما اون بیانی رو ذکر بکنیم که خودمون دوست داریم و یا اون بیانی رو ذکر بکنیم که احساس امنیت میکنیم یا احساس فایده میکنیم. آزادی بیان به مفهوم واقعی کلمه تا اونجایی که به حریم شؤون عرفی یک جامعه خدشه وارد نکنه و سخن در قالب حرفهای رکیک و زشت گفته نشه، به هر ترتیبی که باشه سخن باید آزاد باشه. و من فکر میکنم گرفتاری نوع بشر به خاطر این است که ما قید و بند در آزادی بیان قرار میدیم و آدم ها عادت کردن که هر کسی که به قدرت میرسه آزادی بیان رو برای خودش حفظ بکنه و از قدرتش برای خفه کردن دیگران استفاده بکنه. و ما متاسفانه هنوز یاد نگرفتیم که مفهوم آزادی بیان چیست. آزادی بیان رو به نوعی بیبندوباری در سخن گفتن برای خودمون استفاده میکنیم و این باید عوض بشه و ما باید آزادی بیان رو برای همه در نظر بگیریم. و ترازوی آزادی بیان، آزادی بیانه نه رضایت من و شما. که مثلا اگر من یهودی بودم آزادی بیان این بود که صبح تا شام از دین یهودی تعریف کنند، اگر مسلمان بودم دیر تا صبح تا شام از اسلام تعریف کنند و به مردم اطلاع داده نشه که بالاخره یک دین دیگری هم به نام یهودی هست، یک دین دیگری هم به نام بهایی هست، به نام بابی هست، به نام بودایی هست، به نام مشرک هست، به نام کافر هست، به نام خوب هست، به نام بد هست، به نام کمونیست هست، بیدین هست، سوسیالیست هست. ما تا وقتی که همه این نظریات رو نشنویم و اطلاعات اصیل و مستند پیدا نکنیم به این مسائل نمی توانیم که راه خودمون رو پیدا بکنیم و عقیده ما هیچ ارزشی نداره اگر ما با آزادی بیان مقابل نشیم. یعنی اسلام من اگر من از دینهای دیگه هیچ ندانم، اسلام من به هیچ دردی نمی خوره، نه دوستی من نه دشمنی من با اسلام. کسی که نمی داند کمونیست چیست، چه تعریف بکنه از کمونیست، چه تکذیب بکنه از کمونیست. به این لحاظ است که ما برای پیدا کردن یک بینش و معرفت و فهم صحیح از جامعه‌ای که در اون زندگی می‌کنیم باید مردم اون جامعه رو بشناسیم. مردم جامعه رو از طریق افکار و اندیشه‌های اونها می‌شناسیم، از طریق عقاید اونها می‌شناسیم و به این ترتیب با جامعه خودمون در ارتباط قرار می‌گیریم. ما چون عادت به خفقان داریم، نه تنها در این بحث بلکه در هر بحثی که ما داریم یک سری اعتراض به ما وارد میشه
که به عنوان مثال در موضوع ملیت، وقتی ما از نگرش‌های مختلف ملی به موضوع افغانستان از این افراد استفاده می‌کنیم، تعدادی هستند که هنوز وحشت دارند و می‌گویند شما هر دو طرف رو باید خفه کنید که آرامش در افغانستان حفظ بشه، که آزادی بیان و امنیت رعایت بشه. یعنی امنیت رو ما در خفقان می‌بینیم و بین امنیت و خفقان اشتباه می‌کنیم، در صورتی که اگر در جامعه عدالت برقرار باشه، آزادی بیان برقرار باشه و امنیت برقرار باشه، مردم با هم آشنا بشن، عقاید یکدیگر رو بشناسن، اون وقت امنیت اجتماعی به وجود میاد. اگر آزادی بیان باشه، یعنی افراد مختلف و افراد مخالف بتوانند با هم حرف بزنن و امنیت اونها به هم نخوره، یعنی بهایی بتواند در یک جامعه بگوید من بهایی هستم. البته آیین بهایی تا اونجایی که من میشناسم استنادش به قرآن و اعتبار قرآنه، و آقای مهندس فیروزی که در برنامه دومی هستند که افتخار میزبانی ایشان رو داریم، نظریه ایشان همونطور که در صحبت‌هاشون گفتن نظریه شخصی ایشان نیست، یک نظریه رو ارائه میدن که این نظر هم وجود داره، ولی عقاید شخصی ایشون به باورمند به هر دینی که هستند که خودشون باید اعلام بکنن، نظریات فردی و شخصی ایشون ممکنه با اون چیزی رو که به عنوان سوال مطرح میکنن و در شکل سوال جواب مطالبه پاسخ میکنن تفاوت بکند. تفاوت هم که نکند آزادی بیان داره. شما فکر میکنید که قرآن از طرف خداست، کسی دیگری فکر میکند قرآن از طرف خدا نیست. شما فکر میکنید که محمد امین است، دیگری فکر میکند که محمد خدایی نکرده ممکن است امین نباشد. شما ممکن است که فکر کنید که پیامبرتان وحی دریافت میکرده، کسی دیگری ممکن است بگوید اختلال مغزی داشته و تصور میکرده که وحی دریافت میکنه. اینها یک وقتی ممنوع بود، یک وقتی کفر بود، یک وقتی زشت بود، و برای همین به این جهنمی رسیدیم که امروز رسیدیم، برای اینکه جلوی فکر کردن رو گرفتیم، جلوی حرف زدن رو گرفتیم. اینها رو باید آزاد کرد و شبکه های دیگر این کار رو نمی کنند، به علت اینکه هر کدام اونها یک ملاحظاتی دارند و کاملا هم قابل فهم است. ما هیچ ملاحظه ای نداریم و هیچ چیزی رو جز شرافت انسانی رعایت نمی کنیم و برای همه انسان ها حقوق مساوی قائل هستیم و همه رو حق می دهیم که نظریات خودشون رو به همین بیان خوب و آموزنده و مؤدبانه‌ای که ملاحظه میکنید اظهار بکنن. خطرات این کار رو هم میپذیریم و به همین کار ادامه میدیم. اصلا شیوه ما همین است در این شبکه، و من فکر میکنم این کار یکی از عباداتی است که من نسبت به قرآن انجام میدم. خدا میگوید همه اقوال رو بشنوید، بهترین اونها رو انتخاب کنید. همه اقوال رو وقتی میتوانید بشنوید که هم آزادی شنیدن باشد، هم آزادی گفتن و هم امنیت بعد از گفتن. چون بعضی کشورها هم میگویند آزاد هستی هر چه میخوایی بگو، وقتی گفتی فهمیدن شناختن زبانت رو میبرن، اون آزادی نیست. آزادی و امنیت با هم باید بیاد. در جلسه قبل، در ساعت قبل، صحبت بر سر وجود خالق و شناخت این وجود و یا اثبات فقط وجود خالق بود، که آیا ما خالق رو فقط قائل هستیم به وجودش یا قادر هستیم که او رو تجدید تحلیل بکنیم و مشخصات برای اون قائل بشیم. و خدمت ایشون عرض کردم که چون ذهن ما هر چیزی رو که میسازه یک مشخصاتی هم براش میسازه، ما یا خدا رو نمیسازیم یا اگر بسازیم خدای ما دارای مشخصات یا دارای کرکتره. آقای مهندس، تشکر از حوصله شما، از این مقدمه طولانی.
سوالات بسیار زیادی بیننده ها در دو ساعت گذشته کردن که سرتاسر فیسبوک پر شده. مسئول اتاق فرمان مشغول هست که این کامپیوتر دستی من رو اگر بتوانی که با سیستم در ارتباط قرار بدی، کامپیوتر رو بیاریم اینجا، سوالات رو بخوانیم و به شما پاسخ بدهیم. ولی بحثتون رو که در آغاز ساعت قبل آغاز کردید ادامه بدید. چشم. با اون این است که شما به وجود خالق به چه شکل معتقد هستید؟ ببینید آقای دکتر، هر روز این مطالبی که صحبت میکنیم خلاصش اینه: ذهن من با دیگرانم کار نداره، من در مورد خودم فقط حرف میزنم. من فکر میکنم اگر یه ساختمانی ساخته شده، یه راه آهنی کشیده شده، یه نظامی در جهان هستی وجود داره، منظومهای شمسی با عدد ریاضیات در این کهکشان ها کار میکنند، پس این به خودی خود به وجود نیومده. لابد سازندهی، آفرینندهی، پروردگاری در کار بوده است که من راجع به نه چیزی میدانم و نه هیچ کس چیزی میداند. اسرار ازل را نه تو دانی و نه من، زین حرف معما نه تو خانی و نه من، هست از پس پرده گفتگوی من و تو، چون پرده برافتد نه تو مانی و نه من. من با این ذهنیت که ما راجع به خدا هر چه فکر کنیم فقط فکر ماست، هر استدلالی بسازیم استدلال ماست، برون از تمام این استدلالات ما، چون جهان بر اساس زبان ریاضی میچرخه، پس خالقی داشته یا خالقی دارد، اما چیست، از کجا آمده، چگونه کرده، قصدش چیه، نمیدانیم. من نمیدانم و معتقدم هیچ کس نمیداند، ولی یک عده خودشون رو به خدا نزدیک میدانند، با خدا حرف میزنند، با خدا مشورت میکنند، با خدا عشقبازی میکنند، خونه خدا میرن، همه جا خدا را میبینند. ولی متاسفانه من از اون بنده هایی هستم که هیچ جا نه خدا را خواب میبینم نه باش آشنایی دارم. برای همین من هم برای اینکه زندگیم عشق داشته باشه، زندگیم خلاقیت داشته باشه، از بچگی برای خودم خدایی ساختم که این خدا را هر روز به شکلی که مثل همون چوپان حضرت موسی که خودم پرورش میدم و باش راز و نیاز. ولی این خدای من نه دینی میفرسته، نه با کسی کار داره و نه اینکه در زندگی ماها دخالتی میکنه. خدا تمام نیروی مثبت سازنده کارهای خوب زندگی منه. شما آقای مهندس چه رابطه‌ای بین بشر و خدا قائل هستید؟ خالق و مخلوق هیچ نوع رابطه‌ای بین هیچ نوع رابطه‌ای نمی‌دونم، یعنی رابطه علت و معلول، ولی هیچ ارتباطی نمی‌بینم. یعنی فایده‌ای برای بشر از ارتباطش با خدا میبینید یا نمیبینید؟ یعنی بشر اگر از خدا بیخبر باشه یا اینکه از وجود خدا خبردار باشه و بتواند که رابطه‌ای برقرار کند، به نظر شما اینها تفاوتی داره یا تفاوتی نداره؟ چون ما شخصا نمیتونیم با خدا ارتباط برقرار کنیم حتی اگر باشه، و هیچ دلیلی وجود نداره که ما میتوانیم با خدا ارتباط برقرار کنیم، بنابراین ما خدایان خود را میسازیم. اجداد ما هم همینجور بودن، چون برای دنبال خالق میگشتن بت میترست ساختن، میپرستیدن، ستاره را خدا میدانستن، ماه را خدا میدانستن، آفتاب را خدا میدانستن و حوادث طبیعی را ارتباطی با خدا میدانستن. ولی ما در جهان امروز بیشترین استدلال من این است که لابد چیزی هست که من نمیدانم چیست. یکی از سوالاتی که مطرح شده در اینجا این است که
سوال خود را تکمیل کنم. البته قبلش یک سوالی کردند، در اینجا سوالشون رو اجازه بدید ببرم از بالاتر. سوالم رو اینطور تکمیل میکنم که این کودک همراه من عیسوی ایرانی است، امیدوارم ثبوت تقدس قرآن را به خاطر قناعتشان لطف نمایید تا وی ایمان بیاورد که قرآن کتاب آسمانی از جانب خداوند جهان برای بشریت است. میگویند که تقدس قرآن رو ثابت بکنید، که قرآن به چه مناسبت مقدس است. من فکر میکنم که تنها چیزی که در هستی تا اونجایی که ذهن بشر اجازه میده مقدسه، فقط ذات خداست که مقدسه. هر خدایی که حالا ما به عنوان خالق، به عنوان صانع، به عنوان ایجاد کننده او رو میشناسیم و نام میبریم و از او چیز دیگری نمیدانیم، این خدا فقط به نظر کسانی که معتقد به قرآن هستند و معتقد به خدا هستند و معتقد به کتابهای دیگر هستند ولی معتقد به خدا هستند، ولی خدا رو یکتا میدانند، یکتا پرستان، خدا رو فقط مقدس میدانند. و کتاب قرآن ریشه در آسمان داره ولی شاخ و برگ این کتاب در زمینه و برای زمین و امور زمینی به وجود آمده. قرآن برای امور آسمانی نیامده. قرآن برای رابطه افراد آمده، برای رابطه ایجاد عدالت آمده، و عدالت هم برای خدا نیست، عدالت برای همین مردمه و رابطه همین مردمه. و اگر صحبت امنیت میشه، صحبت آرامش میشه، صحبت عدالت میشه، همه اینها به تعاملاتی اشاره میکنه که مربوط به زمین و مربوط به بشره. باید دید که اگر انسانی وجود نداشت، آیا دینی وجود داشت یا نداشت. بنابراین کلامی که در بعد فهم انسانی گفته شده و ما میتوانیم اون کلمات رو بفهمیم و بخوانیم، تقدس به این کتاب و به این کلمات داده نمیشه. اعتقاد به کتاب برای مسلمانان وجود داره ولی تقدس در انحصار خداست و شما برای پذیرش قرآن احتیاج به تقدس ندارید. قرآن میتواند مقدس باشد، میتواند نباشد. همونطور که آقای مهندس فیروزی در ساعت قبل گفتن و همینطور آقای دکتر آریافر، شما بایستی که قرآن یا هر کتاب دیگه رو با عقل خودتون اندازه بگیرید و اون چیزی که قرآن رو قبول میکنه یا قرآن رو رد میکنه تقدس قرآن نیست، عقل شماست که مطالب قرآنی رو میپذیرید یا نمیپذیرید. اگر میپذیرید در اعتقاد شما جا میگیره، اگر نمیپذیرید حتما سخنانی است که به درد شما نمیخوره. نظر شما چی آقای مهندس در مورد این سوالی که این دوستان فرمودن؟ خب از دیدگاه اسلامی آنچرا که شما بیان کردید واقعیته. خب ولی من که اینجوری نمیبینم. من فکر میکنم که دین یک پدیده اجتماعیه. در یک گوشه از جهان حضرت عیسی قیام کرده، ظهور کرده یا قیام کرده. در یک جای دیگرش حضرت محمد، در یه جای دیگرش زردشت، در یه جای دیگرش بودا و برهما و کنفوسیوس، و اینها برای رفاه و آسایش جامعه مقرراتی را وضع کردند. چون فی الواقع اعتقادم بر این است که دین برای انسان شدن است. ادیان پیدا شدن که ما را از درجه که هستیم یه مقام ببرن بالا و انسان تر بکنن، و هر کدام از اینها می توانند و توانستند انسانهای خوبی بسازند. اینا دواهایی هستند مثل دوای سردرد، یکی آسپرین می خوره، یکی تاینرول می خوره، ولی هیچ کدام از اینا مغایرت با هم ندارند. اینه که دوست ایشان هم باید بیاد تا نه مسلمان ها،
تعالیم عالیه اسلامی را نگاه کنه، ببینه که قصد و غرض حضرت محمد با نوشتن قرآن چی بوده، آیا اتحاد و اتفاق بوده یا برادری بوده، برابری بوده، غلام حبشی و سید قریشی با هم یکی بودن. حضرت محمد هر وقت پولی به دست می آورد بردهداری و برده فروشی رو نتونست منع بکنه، برای اینکه در عربستان تجارت روی اون میچرخید، ولی میتوانست آزاد کردن برده ها رو تشویق بکنه. آیا به عنوان داشتن یک رهبر روحانی مانند حضرت محمد برایشون قابل قبوله؟ میتونن اسلام مسلمان بشن، چون مسلمان در این حال مسیحی هم هست، یهودی هم هست. آیا این پیامبران یا این افراد متفکر اگه اسمش رو بذاریم در ایجاد این تفکر با عالمی غیر از عالم ذهنیت خودشون متفاوت از دیگران بودن یا ببینید جناب دکتر، تمام فلاسفه و دانشمندان متفاوت از دیگرانند. مونتسکیو با همسایه‌هاش و دوستاش، هم مدرسه‌هاش یکی نبود. ژان ژاک روسو با هیچ کدام از اینا یکی نبود. افلاطون، ارسطو، سقراط هر کدام دیدگاه های خودشونو داشتن و همه اینها الهام از ذهنیت خودشون میگرفتن، ولی اینا هیچ کدامشون به مرکز الهامشون اشاره نکردن غیر از پیامبران. پیامبران یه تفاوتی که با پیامبرانی بقیه دارن که... نه، پیامبرانی که از حضرت ابراهیم به این برآمدن، چندین بار در این برنامه عرض کردم که این دوستای ما گوگل رو برن چک بکنن و بپرسن که در دنیا چند تا دین هست، حالا مذهب جدا ها، و گوگل بهشان جواب میده که 4200 تا. ما بیشتر روی 5-6 تا دینی که میشناسیم و تماس داریم حرف میزنیم. در هندوستان امروز چندین هزار دین هست و باورهای اینها یک عدهشون الهیه، یک عدهشون غیر الهیه، اما هدف یکیه. امیدوارم که این بیننده پاسخ خودشون رو گرفته باشن. بیننده دیگه ای سوال کردن که اگر خداوند روح را از وجود انسان بگیرد، جسم بیجان که آن دور از خداست یا دور از روح خداست زود میگندد. یعنی منظورشون اینه که اون چیزی که جسم ما رو زنده و دوست داشتنی و حیاتمند میسازه، آیا جز روح خدا چیز دیگری هست؟ و اگر که این روح خدا یا هر چی که هست وقتی که از جان جدا میشه و از بدن جدا میشه، خود بدن بدون اون روح بعد از یک مدتی خاک میشه یا متعفن میشه یا از بین میره. سوالشون این است که اون پدیده و اون وجودی که در این وجود هست و باعث زنده بودن این وجود میشه، شما رابطه بین اون وجود و خدا میبینید یا نه؟ ببینید، در این که آیا روح هست یا نه بحثای زیادی شده و تا به امروز هم ره به جایی نبرده است. اینا جز باورهاست. یکی دست از آدم ها معتقدن که روحی هست و این روح را خدا در وجود ما گذاشته و هر وقت عزرائیل بیاد این روح رو از ما میگیره و ما میمیریم. یکی دم معتقدن که ساعتی که کار میکنه یک ساعتی است که نظم و رسق داره و وقتی هم که خراب بشه نظم و رسق ازش با میفته. بنابراین در مورد اینکه روح هست یا نه اینجا ما نمیتونیم بحثش بکنیم، ولی اعتقاد به اینکه روحی هست و این روح در جهان باقی میمانه به زندگی انسان یک رونق، یک زیبایی خاص میدهد. و من شخصا معتقدم که دنیا و هستی اگر منحصر به این جهان باشه خیلی بیفایده است. لابد این مرحله از زندگی ما مراحل دیگری دارد که امیدوارم به اون مرحله هم ما برسیم و پشتیبانهای خوبی برای بازگو کردن ذخایری داشته باشیم. من شخصا در این مورد بخصوص عقیدم اینه که حتی اگر دنیای دیگری نباشد، باورش، قبولاندنش هم مرگ را راحت تر می کند و هم به زندگی یک برنامه لطف و زیبایی خاصی می دهد. من تصور می کنم که این بیننده بین جان و روح
فرق زشن. در واقع باید فرق میگذاشتن، مثل اینکه منظورشون از یکی دیگری است. سوال شاید به این ترتیب اگر مطرح بشه قاطع تر باشه که آیا روح مبنای ماده داره یا نداره؟ به بیان دیگه آیا روح مجرده یا خاصیت ماده است؟ چون جان مجرد نیست. جان حیوان هم جان داره، مورچه هم جان داره، ممکنه مورچه روح نداشته باشه. جان عبارت است از یک خاصیت بسیار عالی و برجسته‌ای که از ائتلاف ذرات به وجود میاد و جان میبخشه به ذرات، ولی ریشه و پایه در ماده داره. اگر ماده نباشه جانی هم وجود نداره. ولی اونهایی که به روح معتقد هستن، معتقدن که روح مجرد از ماده است و مستقل از ماده وجود داره. این دو عقیده، امیدوارم که در فرصتی که همین داریم توانسته باشیم که این پاسخها رو در حد بضاعت دانشی که داریم هر کدام از ما بیان کنیم. جناب محترم آقاسی، از آقا بپرسید که روح چیست؟ به روح عقیده دارد که خداوند گفته در شما نفس میکشم توسط روح، منظورشون آیه قرآنی که انی نفخت و فیه من روحی، که من از روح خودم در شما میدمم و به این لحاظ هست که شما دارای روح هستید. میفرمایند که از شما سوال بکنم که روح چیست و به این عقیده شما در این ارتباطی که خدا در انسان نفس میکشه یا خدا در انسان از نفخه خودش میدمه نظرتون چیست؟ والا من برای خدا دلم میسوزه که اون در وجود ما نفس میکشه و ما این همه کشت و کشتار میکنیم. من دلم به خدا میسوزه که ای کاش این کار نکرده بود و ما در روی کره زمین الان 800 میلیون نفر هر شب گرسنه میخوابند. هیچ ارتباطی بین خدا که نمیدانم چیست و چگونه تعریف خواهیم کرد و این روح ما نیست. ولی آنچه که مسلم است، هستی ما ریشه در جایی دارد که آدم ها دلشون هر جا میخواد بذارن. یکی بگی که از عیسی، یکی بگی از محمد، یکی بگی از روح القدس و یکی بگی از خداست. این باور مذهبیه و باورهای مذهبی روی میز هیچ دانشکده ای نرفته و هیچ کس راجع به صحت و سقم اونا نتوانسته است. باورهای شخصی بنده، بله، بدون اینکه بدانم روح چیست، نه راجع به روح کتابی خواندم، نه کلاسی دیدم، نه سخنی شنیدم، ولی باور و باور من مجدداً این است که حتما بعد از این جهان جهان دیگری خواهد بود یا مسافرت ما مرحله دیگری خواهد داشت و شاید یکی از راه‌های طی شده ما عبارت از جهانی است که در اونجا با جسم، نه با یک معنویت یا روح دیگری در کار. ولی راجع به روح هیچ کس تا به حال نه کتابی نوشته، نه تحقیق کرده و نمیتونه ادعا بکنه که چیزی میداند، جزء باورهای ماست. بیننده دیگری گفتند که فکر کنم سوال آقای آقاسی را مغز این دو شخص نمیتواند درست بفهمد و پردازش کند، که سوال نیست، اظهار نظر کردند. یک بیننده دیگری گفتند که با عرض معذرت از حضور شما که این دو شخص باید روح ابو جهل و ابو لهب در وجودشان باشد، نمیدانم چرا از واقعیت تفره می روند. دیگری سوال کردند که من از کهکشان ها می خواهم بدانم که خدا چه نقشی دارد، آیا زنده جانی، آیا موجود زندهی به کهکشان ها وجود دارد یا نه؟ شما که از اطلاعات دینی اسلامی و خارج از اسلامی آگاه هستید، اطلاع دارید که نظریه ادیان سامی در مورد وجود و به طور کلی جاندار در جایی غیر از کره زمین رو دین به نظر شما قائل یا قائل نیست؟ تا اونجایی که من اطلاع دارم، تا چندین صد سال پیش کره زمین را
مرکز مصدق و مرکز کائنات می دانستند و تمام جهان و بهشت و جهنم هم در همین دنیا بود. کهکشان ها یه مسئله تازه هست و راجع به اونا هنوز ادیان هیچ اظهار نظری نکردن، ولی همه این کهکشان ها را دال بر عظمت جهان هستی می دانند. آنچه که ما از این دنیا می دانیم 3-4% جهان هستی است. برای همین است که یک دانشمند ازش پرسیدن که تو به وجود خدا اعتقاد داری؟ گفت چطور نداشته باشه، من یک دانشمندم. بنابراین اینا مطالبی است که افراد باید خودشون مطالعه بکنن و جایی برای سوال کردن داشته باشن. بنده هیچ اطلاعی که در سایر کهکشان ها انسان هایی هم وجود دارن ندارم. ما تا حالا وقت گذاشتیم و تا هنوز نفهمیدیم که چه خیر میبریم از این بحث ها. هنوز نفهمیدیم که به نظرم میپرسن که چرا میپرید روی حرف یکدیگر. نظر اصلاحی سعی میکنیم که چشم. بار دیگر این بحث ها چون طبیعی است پیش میاد دیگه. پیسی است که قبلا نوشته نشده است. ما فی البداهه با هم صحبت میکنیم، سابقه دوستی و آشنایی داریم و اصولا نباید بشه، ولی معمولا در بحث‌های طبیعی این نوع مسائل پیش میاد که باعث شرمندگی بنده است. آقای حسن فیروزی خیلی شلوغ میکنن، بگذار آقای آقاسی حرفش تمام بشود بعد شما ادامه بده. چشم. من در جواب شما میگویم محمد آدم راستگو بود. چرا که نبوغ داشتن در آن زمان؟ متوجه سوالشون نمیشه. بیننده بعدی پرسیدن که اسلام دینی هست که تاریخ مصرفش فقط در روز خودش بوده، ولی یک عده اصرار دارند پرورش کنند که چنین نیست، هر چیز نو باید جایگزین چیز کهنه بشود. ایشان هم اظهار نظر کردند، سوالی ندارد. سلام علیکم محترم، وقتتان را ضایع نکنم، اینها را خداوند هدایت کند. یعنی شما را حتما شما هم دعا بکنید. من خودم هم احتیاج به این دعا دارم، همه ما احتیاج داریم. بیننده دیگری گفتند که اگر هر فرد خدایی دارد و ادیان خدای مختلف دارد، پس خدا هم 7 میلیارد هست و حتی بیشتر. این کاملا واضح نیست، خدا مشخصات انسانی ندارد، این فکر بیمورد است. اگر سخن شما درست است، به نظر خدا ذهن هر کس فرق دارد، پس سوال این است که آیا غیر انسان ها، مخلوقات دیگر که هیچ از خدا آگاه نیستند چی؟ آیا خدا برای آنها هم وجود دارد یا نه؟ سوال جالبیه. اون چی که بنده و عرض رسوندم، بله بنده عرض کردم من باور میکنم که هر کس وقتی به دنیا میاد خدای خودشو میسازه، میپردازه، بزرگش میکنه و به مقام بزرگتر که رسید با خودشم میبره. ولی در مورد حیوانات و درختان و ماهیان نمیدونم، چون نه زبانشون رو میدونم و نه مطالعاتی دارم. فکر میکنم منظور ایشون این است که اگر وجود خدا در ذهن انسان باید به وجود بیاد و خارج از ذهن انسان وجود نداره، آیا در مورد حیوانات که اینها درکی به نظر ایشان درکی به خدا ندارند، پس چرا خدا برای اونها وجود داره؟ منظورشون خالق هست. من فکر میکنم بین خدا و خالق در اینجا یک تقابل و تصادم ناخواسته ایجاد شده. خدا به کسی گفته میشه که انسان با او رابطه داره و میشناسه او رو، در مورد اون هم اظهار نظر میکنه و مشخصات انسانی به او میده، رحمان میشه، رحیم میشه،
خوب میشه، بد میشه، غضب پیدا میکنه، رضایت پیدا میکنه. این تغییرات انسانی رو درش دیده میشه، میبینه. خالق فقط جنبه خلقت داره. و سوال ایشان اینه که اون خالق رو که ما در ذهنمون میسازیم، اگر اون خالق فقط در ذهن ما وجود داره ولی بیرون وجود نداره، ذهن حیوان که نمیتونه که به وجود خالق معتقد باشه. پس اگر که خالق، اگر حیوان به خدا معتقد نباشه، برای اون حیوان خدا وجود داره یا وجود نداره؟ که من فکر میکنم باز همیشان بین خالق و بین خدایی که ما میسازیم، این دوتا رو با هم تداخل ایجاد کردن. خالق مستقل از ماست، ولی ما چیزی از او نمیدانیم. فقط در استدلال فلسفی وجود خالق رو ما ثابت میکنیم، جنس خالق رو نمیدانیم. چون جنسش رو نمیدانیم، رابطش رو هم با خودمون نمیتوانیم بدانیم. برای کسانی که تابع یک دین معینی هستند، اونها معتقد هستند که یک شخصی بین اینها و بین خدا رابط و واسطه بوده و آثار این خدا به صورت کلمات توسط اون پیامبر یا توسط اون نماینده منعکس شده و ما با خدا رابطه‌ای که داریم از طریق این آیات، از طریق صفات، از طریق نشانه‌های خدا داریم. این نظریه دینی است البته، ما فقط تعریف میکنیم در اینجا. جناب دکتر، یه مطلبی رو اینجا میخوام به صورت خیلی حاشیه بگم و اون عبارت از اینه که در میان صحبت‌های ما یک کلمه‌ای هست به نام نمیدانم که من خیلی از این کمک میگیرم. در مورد این گوسفندا، این آقا سوالی که کردن، من فکر میکنم که گوسفندان خیلی رابطه خوبی با خدا ندارند، برای اینکه خدا، اگر خدا گفته که در اعیاد سر گوسفندان را ببرید، اگر خدا گفته که این همه حیوان را بکشید و بخورید، من هیچ وقت مجوزی برای خودم نیافتم که ما چخ داریم که سر گوسفندان را ببریم، سر این حیوانات بی زبان بسته را ببریم و اینها را بخوریم. بله، البته بیننده ها شاید بخوان با این اخلاق خصوصی آقای فیروزی هم آشنا بشن که ایشان به طور کلی برای خوراک و اینها از گوشت استفاده نمی کنن و به هر حال نظریهشون این بود که شنیدید. بیننده دیگری سوال کردن که جنگ علیه منافقین بود و نتیجه منافقین بود و بعدش دیدیم که توانستند به اصطلاح فاصله بسیار بزرگ و طویل را در اسلام به نام شیعه وارد کنند. یا منظورشون این بوده که اگر جنگی در اسلام شده، جنگ در مقابل کسانی بوده که منافق بودند و نمونه این منافقین هم شیعه ها هستند که جنگ با اینها الان 300 میلیون در دنیا شیعه هست و اینا منافق هم. این هم البته نظری است که قابل احترام برای تمرین آزادی بیان. آقای آقاسی، نظر به حکم قرآن، آیا این دو نفر، یعنی شما و علی آقا، آقای آریافر، آیا این دو نفر واجب القتل نیستند؟ با علامت سوال. و شما به حیث یک مسلمان چرا امر قرآن را در مورد این دو نفر عمل نمی کنید یا نمی توانید عمل کنید؟ پرسیدن که با این حرفایی که شما زدین مرحور دم هستین، قتلتون واجبه. بعد از من سوال کردن که البته این یک فتواست و یک سوال. فتواشون اینه که اینطور هست و بعد سوالشون اینه که علت این که شما اینها رو نمی‌کشید برای اینکه عقیده ندارید؟ این آزادی سه قرآن به من داده. بله، این آزادی بیان را، این آزادی گفتار را قرآن به من داده.
گفته اگر حتی خدا را نمیشناسند، حتی محمد را قبول ندارند، حتی عیسی و موسی و هیچ کدام از اینا، تا وقتی که عمل خلاف از آنها سر نزند، حرفه. در اسلام واقعی در مکه تمام آدم ها میشستن حرفاش رو با هم میزدن. حضرت محمد تمام این 12 سال با اونایی که باش مخالف بودن فقط یک تنه حرف زده. ما باید اجازه بدیم که انسانهای مخالف ما حرفهای مخالفشون رو بزنن تا ذهن ما هم بشنوند. اگر نه خودپرست خواهیم شد، متعصب خواهیم شد، قشری خواهیم شد، خود را بندگان را نجات یافته و بقیه را کفار ارض خواهیم نامید. همینطور که فرمودن و یکی از مواردی است که ما با هم توافق کامل داریم، یعنی من 100% با ایشان موافق هستم که در اسلام آزادی عقیده تأمین شده، ولی آزادی عقیده وقتی که به عمل میرسه، عمل باید مورد معاینه قرار بگیره و با قانون تطبیق بکنه. اما تفتیش عقیده در قرآن هم ممنوع شده و هم آزاد شده. ممنوع شده که کسی از کسی تفتیش عقیده کنه، آزاد شده که هر کس هر عقیده‌ای میخواد داشته باشد. در سوره کافرون، سوره 109 قرآن میگوید هر کسی که هر دینی داشته باشه، و عجیبه که دین شرک، کفر، الحاد، ارتداد و بدعت گذاری اسم همه اینها رو دین میگذاره. همه اینها دین هستند و همه اینها معبودهایی دارن که غیر از معبود تو هستند. اصلا دین رو اینجوری جدا میکنه، کسانی که یک معبود دارن یک دین هستند. بر این اساس، بر این اساس سوره کافرون که در قرآن میگوید هر کس که معبود او خدای یکتا باشه، یک دین واحد بیشتر نداره. ما در تعالیم اسلامی که میدیم، این آیات قرآن رو که میخوانیم به صورت مسلسل و ادامه میدیم، در اونجا شما ترجمه رو میبینید نه تفسیر من رو، که دین با معبود اندازه گیری میشه. این سخن رو شاید بار اولیست که میشنوید شما که میگن دین شما چیست؟ این که دین من مسیحیه، مسیحیت دین نیست. دین من اسلام محمدی، اسلام محمدی دین نیست. هیچ کدام اینها دین نیستند. قرآن میگوید یک اسم برای دین فقط قائل هست و قبول میکنه، به افتخار ابراهیم که به درجه تسلیم کامل رسیده بود، اسم دین توحیدی فقط اسم دین ابراهیمی قبوله. هیچ دینی ما به دین نام دین محمدی نداریم، دین مسیحی نداریم، دین بهایی نداریم، دین موسوی نداریم. هیچ کدام اینها دین نیستند. همه اینها اگر با معبودشون شناسایی بشن، هر چیزی یک وجه شناسایی داره. یک موتوری که روی اتومبیل هست، شماره شناسنامه این موتور رو هک کردن روش، با اون شماره شناسایی میکنن. دین رو با ادعا شناسایی نمیکنند، دین رو با معبود شناسایی میکنند. معبود شما کیست آقای محسن فیروزی؟ خالق یکتا. معبود من هم همونه. بنابراین من و شما هم دین هستیم از نظر خدا، اما از نظر مفتی و از نظر مجتهد و از نظر انسانهایی که اونها وکیل خدا هستند و یک کامپارتمنتی دارن که دینها رو طبقه بندی میکنن و در اون قرار میدن، دین افراد فرق میکنه. چون در سوره کافرون ترازوی اندازه گیری دین معبوده. خوب عنایت کنید، شاید حضرت عالی هم بار اولیست که این رو میشنوید. میپرسه که به شما مراجعه میکنن، بهشون بگید که معبود تو با معبود من فرق میکنه، معبود من با معبود تو فرق میکنه. 2-3 تو به معبود من عبادت نمیکنی. 4 من هم به معبود تو عبادت نمیکنم. 4 مرتبه تذکر میده که دین با معبود شناخته میشه. اون وقت آخرش میگه ولی اون چی که عقیده توست از نظر من دینه. لکم دینکم، دینت مال خودت، منم دینم مال خودم. من با اتکای به این آیه عرض میکنم هم آزادی عقیده وجود داره، هم بالاتر از آزادی عقیده ما یک پیمانه امروز به دست شما دادیم
که از کسی نپرسید که تو مسیحی هستی یا یهودی هستی یا محمدی هستی یا بهایی هستی یا بودایی هستی یا زردشتی هستی. اینها هیچ کدامشان ترازوی دین نیستند. دین رو قرآن با معبود اندازه میگیره، میگوید از این بپرس که معبود تو کیست، نه پیامبر تو کیست، نه پیامبر تو کیست، معبود تو کیست. اگر معبود او با تو یکی بود، صحبت درست و غلطی نیست، هم دین با تو. اگر یک معبود داشتید هر دو. یک بیننده باز دیگری سوال کردن که عقاید این دو دوست گرامی و قابل قدر را که شما و آقای آریافر باشن که اسم داماد و اولاد پیغمبر رو دارند، لطفاً معرفی فرمایید که عقاید این دو بزرگوار چیه. هرگاه بررسی عقاید است و از دوستان این صفحه دوستانه خواهش کنید که به عقاید کسی توهین نکنند. عقیده جناب عالی چیست؟ در چه مورد؟ فکر میکنم که در مورد الهیات و دین نظرشون هست. بنده به وجود خالق یکتا، حالا دوتا نمیدونم عددش، ولی به وجود خالق اعتقاد دارم. ادیان را یک رنسانس در طول زمان میدانم، به همشون عشق و علاقه دارم، ولی معتقدم که هر کدام از اینا تاریخ مصرف دارند. الان به چیزی که بیشتر فکر میکنم و برای جهان هستی و عشق بهش دارم، دیانت بهایی. بسیار. بیننده دیگری پرسیدند که ما به وجود شما افتخار میکنیم آقای آغاسی. بیننده دیگری وقتی که مسلمانان را در مکه میکشتند چی؟ چون گفتیم که وقتی پیامبر به مکه آمد یا حمله کرد، اونجا کسی کشته نشد چون همشو بخشید، بخشیده شدن. من سه جا را تعیین کرد یا چهار جا را تعیین کرد که افراد اگر به خونه آنها بروند یا در کعبه قرار بگیرند کشته نخواهند شد. آدم هم جونشون رو دیدن که خیلی راه ساده ایه، رفتن خونه ابو سفیان، رفتن کعبه و چند جای دیگر. و حضرت محمد اصلا منظور محمد آمدن جنگ کردن بود، آشتی کردن بود. یکی از زنهایی که حضرت محمد داشت خواهر معاویه بود، میخواست با اینا آشتی بکنه. به همین علت مکه یکی از افتخارات حضرت محمده. بیننده دیگری پرسیدن که دنیا برای امتحان است، شما داری امتحان میدهی دنیا. بیننده دیگری پرسیدن یا خدا 7 میلیارد است. نپرسیدن، توضیح دادن که یا تعداد خداها 7 میلیارد است یا هیچ. بیننده دیگری گفتند که قتل یک عمل احمقانه بیش نیست. بیننده دیگری گفتند که بحث جالبی بود آقای، فکر کنم که آقاسی منظورشون بوده، حالا اسپلینگش اشتباه، چیزی هم ننویسند، بحث جالب است. عرب حضرت محمد صلی الله میگه من عرب هستم ولی عرب از من نیست. البته این سخن ایشان در قرآن نیست، ممکن است که منسوب به ایشان باشد که این بحث رو ما تقاضا کردیم که محدود به مواردی باشه که در داخل قرآن است. بیننده دیگری گفتند که هرچه به گوش این آقا بخوانی تأثیر نمی کنه، متاسفم برای این آقا. از آن روزی که دنبال خدا گشتی دین پیدا شد. ایشون اشاره میکنن به این که در اون بحث که صحبت شده بود که دین چه تاریخی به وجود میاد، نظر ایشون این است که از اون زمانی که آدم دنبال خدا میگرده به دین به وجود میاد. شما نظرتون این بود که دین یک پدیده اجتماعی است که در اثر تمام زمانهایی که بشر بوده
یه مصلحان اجتماعی بودند، یک فریادرسانی بودند، یه عقلایی بودند، یه عرفایی بودند که قواعد و قوانین قومی و محلی و ملی و قبیله‌ای را نوشتند. اینا واقعیت‌های تاریخیه. بیننده دیگری پرسیدن آیا آقای فیروزی به جهان آخرت هم اعتقاد دارند؟ آقای فیروزی زندگی را منحصر در این جهان نمی‌داند و مثل مولوی معتقدم که از شهری به شهری، از جایی به جایی، ولی نه با اون کم و کیفایی که در کتاب‌های مذهبی مثل بودن بهشت و جهنم و اینا باشه. آدرس به اون دقت ندارید؟ ندارم. نه، معتقدم و منطق ایجاب میکنه که زندگی با این همه عظمت و بزرگواریش به این زندگی چند ساله ما در این جهان منحصر نباشه و من امیدوارم جهانهای دیگری هم در کار باشه. صحبت روی نوبت باشد، بهتره اگر شلوغ نکنند. وقت ما را تلف کردید، یعنی میکنید، هنوز که نکردیم این کار. شبکه تان خراب شده، منظورشون اینه که گویا تصویر بد شده، ولی بعد متوجه شدن مثل اینکه گیرنده خودشون اصلاح میخواسته. این دوتا جاهل و نادان هستند. جاهل و نادان هم واجب قتل نیست، چون در اون قبل گفته بودن که شما واجب القتل، این شخص یک درجه تخفیف داده. خیلی ممنون از من، لطفتون. اینها رو ما چون متعهد هستیم که همینطور که هست تقدیم میکنیم و همین کار رو هم میکنیم. از حضور شما بسیار بسیار عذر میخوام. نه، هیچ عذرخواهی لازم، نظر بیننده است. سلام بر دکتر آقاسی. بعد شما برای ما بسیار محترم هستید، خسته نباشید، خدا قوت. بیشک آقای فیروزی، بله، اگر مسئله اسب پرنده، چهره از خدا در ذهنت، آیا مثل اسب پرنده چهره از خدا در ذهنت وجود دارد؟ سوال کردن اگر هر چیزی رو که شما موجودیت میدی در ذهنت به او دارای یک تصویر و دارای یک مشخصات خارجی میشه، آیا کسانی هم که به وجود خدا معتقد هستند برای خدا این شخصیت ها و این مشخصات رو قائل هستند یا نه؟ نمیدونم، من که نیستم. دیگران وقتی که از صحبتشون چی برمیاد وقتی صحبت میکنند؟ آره، بیشتر افراد خدا را یه پیرمردی با ریش بلند گوشه دیوار نشسته و فرشته در خدمت هستن تصور میکنند. این که مردم در فکرشون با این خدا در ارتباط قرار میگیرند، آیا لازمه این ارتباط این نیست که شما قبلا مشخصات انسانی برای ایجاد این رابطه با اون خدا داده باشید؟ حتما. یعنی همه کسانی که با خدا حرف میزنن، آیا اینها اول خدا رو، در پاسخ این بیننده عرض میکنم که ما یک وقتی نقش مفهومی میسازیم، یک وقتی نقش مستقل برای خدا میسازیم. ما چون نقش مستقل برای خدا نمیسازیم، اکثرا فکر میکنیم که ما نقاش نیستیم، در حالی که ما برای خدا نقش مثالی میسازیم. یعنی خدا از مهربانی مثل مادر من هست، بله، از قدرت مثل پدرم هست. یعنی ما برای خدا، درسته که خود خدا رو ما تصویر نمی کنیم، ولی مثال هایی که مشخصات خدا رو برای ما نشون میده همه اونا تصویر دارن. و به طور کلی من فکر میکنم که ذهن انسان طوری ساخته شده که باید برای فهم موضوعات و باید برای به وجود آوردن موضوعات حتما متوسل به ایجاد شخصیت و ایجاد مشخصات کردن داره و بدون اونها نمیتواند که این کار رو انجام بده. بیننده دیگری سوال فرمودند که جناب، لطفاً عفت کلام رو به دیگری گفتن رعایت بکنند،
فکر کنم دوستان متوجه سوال دکتر آسی نمی شوند. منظورشون فکر میکنم در این قسمت از سوال این است که ما نمی توانیم که قائل به وجود خالق باشیم مگر اینکه اون خالق رو در ذهن خودمون نقاشی کنیم. آیا نظر شما هم همینه؟ نخیر. شما می توانید که به وجود خالق معتقد باشید؟ من اقرار می کنم. من از روی ضعف و نادانی و از روی نادانی و جهل مطلقی که راجع به خدا دارم نتیجه گیری می کنم پس چه خالقی هست که این جهان هستی را به وجود آورده و عظمتش در این است که من راجع به اون هیچ نمی دانم، هیچ فکر نمی تونم بکنم، هیچ نقشی ازش ندارم. سوال که جواب داده نشد. اگر سوال از آیه کنم جواب خواهید داد، اگر که در دسترس باشه اون آیه حتما بار دیگر می توانید که سوال بکنید، یا الان فیسبوک جلوی من به صورت زنده هست و اگر سوالی باشه مطرح میکنیم. بحث آقای آقاسی بحث جالب فلسفی است، کاش بگذارند ادامه بدهد. جواب سوال را ندادید. بهشت زیر پای مادران است. علم همه آیات خدا، علم همه آیات خدا هست. خدا نیست آن نور که از مهر جدا گشت. علم همه آیات خدا هست و خدا نیست آن نور که از مهر جدا گشت جدا نیست. منظورشون این است که شما اگر که دنبال خدا میگردید، همون جور که نور خورشید خورشید نیست ولی از خورشید هم جدا نیست، این عالم هستی هم که آفریده شده، این عالم هم در واقع نور خورشید حضرت حق که از او جدا نیست ولی مثل او هم نیست. یک همچین تشبیه عارفانه ای از پرتو و خورشید درباره جهان هستی و خدا کردن. شما این دکتر مثال رو میپذیرید؟ ببینید مثال زیباست، ولی ببینید تمام این بحث ها یک نتیجه داره که بود و نبود خدا، نور بودن الله نور السماوات والارض، بودن و نبودنش چی رو میخواییم ثابت بکنیم؟ که ما باید مطیع قوانین طبیعی الهی باشیم که عشقه. اگر ما بگیم خدا هست ولی دستمون روی کسی بلند بکنیم، اگر ما بگیم خدا هست اما همسایه‌مون رو بیشام بگذاریم، اگر ما بگوییم که بله خدا هست اما شقاوت و دشمنی داشته باشیم، فایدهش چیه؟ ای کاش به جای اینکه راجع به خدا این همه حکایت و قصه بسازیم که ره به جایی نمیبره، بیاییم به عملی بودن باورها به خدا نزدیکی بشیم. بیایم بگیم که اگر خدا هست پس خدا نوره، پس خدا مهره، پس خدا محبته، پس خدا پدره. بیاییم به همدیگه مهربان باشیم، نذاریم اشک روان بچه های بی پدر که در میادین جنگ کشته شدن جاری بشه. نه این همه افتخار و تفاخر نکنیم، من میدانم و تو نمیدانی، من به بهشت خواهم رفت و تو در جهنم خواهی سوخت. به کسی کافر نگیم، کسی را رنجش ندهیم، رنگ پوست را باعث جدایی انسانان ندانیم، اون وقت خدا هم حتما از ما راضی خواهد شد. عملا نشان بدیم که خدا را قبول داریم. ما به خاطر استقبال فوق‌العاده زیاد شما، با همه گرفتاری‌هایی که ایشان دارند و از راه دورشان مسافرت کردند به استودیو تشریف آوردن و باید برگردن، ولی با این وجود سعی میکنیم تا آخرین لحظه ایشون رو داشته باشیم. یکی دو دقیقه به تنفس میپردازیم، باز میگردیم و بقیه سوالات شما رو با ایشان مطرح میکنیم. فرصت خوبی است برای کسانی که سوالهای مختلف دارند این سوالات رو مطرح بکنید. یکی دو دقیقه بعد برمیگردیم و به یکی که اونها پاسخ میدهیم
و از اینکه بیننده ما هستید و از اینکه این همه به ما قوت قلب میدید و ما میبینیم که چندین صد هزار نفر آن سوی دوربین ما رو میبینند و به این سخنان گوش میدهند، بزرگترین قوت قلب برای ماست. باز میگردیم. خیلی ممنون، مرسی، به امید دیدار. برمیگردیم باش. که هر بندی به در رانم به جان تو، که هر بندی به در رانم به جان تو. نخواهم عمر فانی را، توی عمر عزیز من. نخواهم جان پرخم را، توی جانم به جانم تو.